در برنامه امروز به دو رویداد تاریخی، رویداد جهانی ایرانی میپردازم. هر دوی اونها هم جنبه جهانی و هم ایرانی و جهانی داشته. دوشنبه هفته گذشته، دوشنبه همین هفته، سالروز در گذشته زنده یاد محمد مصدق بود و گروه های زیادی بیانیه صادر کرده بودند برای یک گرد همایی در تهران. انجام نشد، دولت اجازه نداد. دیروز سالروز جهانی روز زن هست، 8 مارس در دنیا به عنوان روز زن شناخته شده و ارج گذاشته شده به این روز. به این هم خواهم پرداخت، در واقع بیشتر به این خواهم پرداخت. اجازه بدهید که از این موضوع آغاز کنم و سپس به طور کناری به موضوع در گذشته زنده یاد محمد مصدق بپردازم و شاید برنامه هفته آینده رو بیشتر به این جنبه، به جایگاه مصدق و ملی شدن صنعت نفت، به طور ویژه اختصاص بدهیم. روز جهانی زن که امروز پذیرفته شده، جهانی شده، به قول برخی گلوبال شده، از فرهنگ سوسیالیستی، از فرهنگ چپ آغاز شده، مانند روز جهانی کارگر، روز اول ماه می. هر دوی اینها هم در آمریکا شکل گرفته، یعنی در جنبش کارگری و جنبش زنان ایالات متحده آمریکا هم روز جهانی کارگر، روز اول ماه می متولد شد، زاده شد، و هم روز جهانی زن. در دهه نخست سده بیستم روز جهانی زن رو سوسیالیست ها جشن می گرفتن و رفته رفته جنبه سوسیالیستی این موضوع کنار نهاده شد و پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه از دوران شاید پس از دهه 60 رفته رفته با پشتیبانی جریان های پیشرویی که در سازمان ملل، در نهادهای مدنی جهان وجود داشتن، این روز رو به عنوان روز جهانی زن شناختند و باید هم همین روز رو شناخت و جنبه طبقاتی، جنبه تاریخی، پیوند تاریخی اون رو با سوسیالیسم و چیزهای از این دست رو کنار نهاد. چون به راستی زن جدا از اینکه به کدام طبقه، از کدام طبقه برخواسته باشه، دارای حقوقی است، دارای جایگاهی در جامعه است و روز جهانی زن از آن همه زنان جهان هست، نه از آن زنان یک گروه و یک طبقه، یک مکتب یا یک دیدگاه ویژه. ما در ایران روز زن نداشتیم، یعنی پیش از انقلاب 57 روز مادر وجود داشت که روز زن نبود. روز مادر رو هم 25 آذر جشن می گرفتن. درباره اون هم داستان‌های گوناگون هست که چرا روز 25 آذر رو بزرگ می داشتن. من به اون نمی پردازم، چون تعبیرهای مختلفی از نظر تاریخی شنیدم که چرا 25 آذر، ولی به هر روی 25 آذر روز مادر بود و نه روز زن. ما روز زن به طور ویژه در ایران نداشتیم تا پس از انقلاب 57 روز مادر و روز زن، روز زادروز، زادروز فاطمه زهرا شد، 20 جمادی الثانی. حالا بگذاریم که تا چند اندازه در این نوع تاریخ سازی ها دروغ هست، چون نخستین نوشته هایی که از دوران آغاز اسلام به جای مانده 130 سال، 140 سال پس از دوران زندگی محمد ابن عبدالله نوشته شده. اینکه چگونه کسانی می دانستند که چه روزی فاطمه دختر پیامبر اسلام به دنیا آمده، برای من شگفت‌آور هست، چون من در خانواده خودم و بسیاری از شما در خانواده و خویشاوندان خودتون بپرسید از مادر بزرگ‌ها، درست تاریخ تولد خودشون رو نمیدونند. شاید پدر بزرگ‌ها بدونن، چون مرد تاریخ تولدش مهم بوده، می‌نوشتن پشت قرآن اونهایی که از خانواده‌های بالاتری آمده بودند، ولی بسیاری از خانم‌های ایرانی از مثلا 100 سال پیش، 120 سال پیش زادروزشون روشن نیست که چه روزی به دنیا آمدن. حالا اینکه فاطمه زهرا 1300 سال پیش میدونن که درست روز فلان، روز جمادی الثانی، 20 جمادی الثانی به دنیا آمده، این هم از شگفتی‌های روزگار و از آیین شیعی است که با چنین دقتی
تقویم ساخته و اینها رو نگه داشته و هر سال هم در جمهوری اسلامی این روز رو برجسته میکنند. حالا چرا این روز باید روز مادر و روز زن و روز بزرگی باشه؟ ایشان میدانند و اونهایی که از ما بهتر هستند. در تاریخ کهن ایران البته بسیاری از هممیهنان زرتشتی ما اشاره میکنند به اینکه در پنجم اسفند یا سپندارمد این روز زن بوده، این روز زن و زمین بوده، در نوشته های تاریخی هم به اون اشاره شده و یکی از جشن های ایرانیان بوده، یعنی هم بیهقی به اون اشاره کرده، هم خیلی خیلی ها به اون اشاره کردن و حتی در شاهنامه آمده. و این است که ما داشتیم، ما چنین روزهای تاریخی در گذشته داشتیم، اما ما ایرانیان کوشش میکنیم گاه آنچه که در دنیای مدرن شکل گرفته اینها رو هم به تاریخ کهن خودمون پیوند بدهیم. مثلا این استوانه تاریخی کوروش رو که به راستی شگفت‌آور هست و فرمانهایی که داده، این رو مادر اعلامیه یا بیانیه حقوق بشر بدانیم. خب درست نیست. یک دستور حقوقی درستی در دوران کوروش برای سربازانش صادر شده و باید اون رو ارج نهاد، گرامی داشت، بزرگ کرد. خیلی کار در اون دوران کار بسیار برجسته‌ای بوده، آزاد ساختن یهودیان کار بسیار برجسته‌ای بوده و ما این رو به راستی وامدار به یهودیان هستیم که این بخش از تاریخ رو نگه داشتن. اما بیانیه جهانی حقوق بشر ادامه این کار کوروش نیست، یک دستاورد دوران مدرن، از دل گرفتاری های دموکراسی بیرون آمده، از دل گرفتاری هایی که دموکراسی و دوران مدرن دو جنگ جهانی رو به وجود آورد و بیش از 100 میلیون انسان در سده 20 کشته شدند، از میان رفتند، از جمله در کشور خود ما. اگرچه ما قرار نبود که در جنگ درگیر باشیم، بی طرف بودیم، در جنگ جهانی اول بخش بزرگی از مردم ایران بین 20-30% به دلیل قحطی و گرفتاری های دیگر از میان رفتن. در جنگ جهانی دوم هم هزینه های گزافی دادیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر یه دستاورد دوران مدرنه، برای ما باید افتخارآمیز باشه که این رو پیوند بدهیم به کار بزرگی که کوروش کرده و ارج بنهیم به این کار کوروش. اما نمیتوانیم بگوییم که موضوع حقوق بشر از دوران کوروش در ایران آغاز شده، اما گونه که نمیتوانیم بگوییم که روز جهانی زن پیوند دارد با آنچه که در تاریخ کهن ایران وجود داشته. اینها پدیده های دوران مدرن است و ما باید بپذیریم که اینها پدیده هایی است که در دوران اندیشه ها و رفتار مدرن در 300 سال گذشته رفته رفته شکل گرفته و به ویژه در سده 20. روز جهانی زن روز جهانی بزرگداشت حقوق زنان در جهان هست و این پدیده تازه است و ما در تاریخ خودمون این رو به راستی نداشتیم و باید این رو بیاموزیم. نیازی به این نیست که به راه دور، به تاریخ دور برویم و بگوییم که ما در تاریخ دور زنانی داشتیم که جایگاه برجسته‌ای در فرمان روایی داشتن یا در زندگی داشتن. بیایید به تاریخ نزدیکتر و نگاه کنیم که در همین سالهای گذشته زنان ایران رفته رفته از حقوق برابر با مردان برخوردار شدند. ولی ایران از شمار نخستین کشورهایی نبود که برابری حقوق زن و مرد رو پذیرفت و هنوز هم از شمار کشورهایی نیست که برابری حقوق زن و مرد رو پذیرفته. افزون بر این، امروز باید گفت که در دنیای سده 21 در زمینه حقوق زنان ایران یکی از واپسمانده ترین کشورهای جهان است، یعنی در کنار کشورهای مانند عربستان و امارات و کشورهای از این دست نشسته در راستای حقوق برابر زنان با مردان و حقوق اجتماعی سیاسی زنان، به ویژه در زمینه حقوق اجتماعی که به این خواهم پرداخت.
روز بسیار برجسته است و تاریخ اون رو خیلی ها در این سالها یادآور شدن. من به اون اصلا نمیخوام بپردازم، چون کار امروز برنامه من بررسی این جنبه تاریخ نیست، چون تاریخی است که شما میتوانید به گوگل بروید و این رو جستجو کنید و آگاهی های زیادی در این زمینه بیابید. اشاره من به دوران تازه است، به این 40 سال گذشته است، زیرا خود من در این دوران 40 سال گذشته با این روز در واقع دوباره زاده شدم، با این روز جهانی 8 مارس، روز جهانی زن. چرا که تازه انقلاب 57 رخ داده بود و من جوانی بودم در تهران در این چالش سیاسی اون زمان درگیر. از شما چه پنهان میدانید که من هم به دلیل خانوادگی و هم به دلیل فعالیت‌های دانشجویی در شمار مخالفان رژیم گذشته ایران بودم، اما به کارهای چریکی و مسلح و چیزهای از این دست هم چندان باوری نداشتم و در اون شمار نبودم. از همون دوران راهپیمایی‌های خیابانی برای من و برخی دیگر از دوستانم آشکار شده بود که کسانی که با هم خیلی نزدیک بودیم که این جنبش اسلامی خیلی پدیده خطرناکی است، میتواند زیانهای زیادی برای آینده ایران داشته باشد. شاید آگاهی های امروز رو نشاید، حتما آگاهی های امروز رو در این باره نداشتم، ولی باز هم به دلیل آشنایی پدرم از نوع نگاه آیت الله خمینی بیشتر پی برده بودم که چه چیزی در برابر ما نهاده شده. این است که در اون دوران هنگامی که آقای خمینی بازرگان رو به عنوان نخست وزیر دولت موقت اعلام کرد و پیش از اون شاه بختیار رو برگزیده بود، یا در همون زمان شاه بختیار رو برگزیده بود، من از زنده یاد بختیار پشتیبانی می کردم در اون دوران بسیار پر از فراز و نشیب سیاسی. انقلاب 57 روی داد 22 بهمن و جمهوری اسلامی زمینه های پیدایش اون شکل گرفت. هنوز چیره نشده بودند. یکی از نخستین جایهایی که آقای خمینی دست بردن و آماج یورش خودشون قرار دادن دو زمینه اساسی بود، یکی روزنامه ها بود و دیگری زنان. خب در زمینه روزنامه ها می دانیم که یورش گستردهی رفته رفته به روزنامه ها آغاز شد، ولی پیش از اون ماجرای حجاب مطرح شده بود و در اون دوران بود که یک گروه کوچکی از زنان و مردان که من هم یکی از مردان این گروه بودم جمعیتی درست کرده بودیم به نام جمعیت بیداری زن و 4 شماره روزنامه هم بیرون دادیم. با دشواری هایی که در اون دوران وجود می داشت برای صفحه آرایی و بیرون دادن روزنامه و هزینه و غیره، و هنگامی که روشن شد که یکی از آماج‌های یورش واپسگرایانه این نیروی تازه‌ای که بر جامعه چیره شده حقوق زنان هست، چند تنی شاید انگوش شمار آدم‌هایی بران شدیم که همراه با دیگران یک نشستی رو در دانشگاه تهران در واکنش به حجاب برگزار کنیم و موضوع روز جهانی زن دیگر بخش های اون رو می دانید که این نشست گسترش پیدا کرد، جمعیت بسیار زیادی به برابر سالونی آمد که در اون برنامه سخنرانی بود و راهپیمایی 2 روزه، 2 روز پشت پیاپی پی در پی راهپیمایی شد در اون روزهایی که برف هم می آمد. در اسفند ماه بود، برف در تهران می آمد و راهپیمایی بسیار بسیار گسترده‌ای از دانشگاه تا نخست وزیری روی داد و در جلوی سالن نخست وزیری، ساختمان نخست وزیری هم چند نفر سخنرانی کردند، البته حمله کردند به این راهپیمایی و این آغاز این جنب و جوش و کوشش زنان ایرانی برای درگیری با حجاب اجباری بود. و
امروز 40 سال، 39 سال پس از اون رویداد، من با شما در این باره گفتگو میکنم که بر سر زن ایرانی در این سالها چه آمده است. باور من این است که حجاب اجباری چشم اسفندیار تبعیض در حکومت جمهوری اسلامی است. یعنی اگر ما بخواهیم این حکومت رو، خط قرمز این حکومت رو به قول خودشون در دو زمینه، زمینه خارجی و داخلی، برای مردم توضیح بدهیم، در زمینه سیاست و سپهر جهانی موضوع اسرائیل هست و در زمینه داخلی حجاب زنان. این دو خط قرمز، یعنی از خیلی خطهای دیگر میتوان گذشت. با آمریکا، با شیطان بزرگ میتوان نشست و برخاست و گفتگو کرد و کارهایی رو انجام داد. خیلی چیزهای دیگر برده پذیرش است. اسرائیل اصلا نباید وجود داشته باشه. اسرائیل رو نمیتوان به رسمیت شناخت. به رسمیت شناخت اینکه به جای خود، اصلا این کشور یک کشور غیر قانونی است و باید نابود شود از دیدگاه رهبران و سران جمهوری اسلامی. زنان هم باید در حجاب پیچیده باشند. این دو روی سکه خط قرمزهای حکومت در ایران است در این 30 سال گذشته و بهای این سیاست داخلی رو زن ایرانی، دختران ما، مادران ما، همسران ما میدهند. و در پیشا پیش جنبش و کوشش برای ویران ساختن این بنای تبعیض هم زن ایرانی قرار دارند. نگاه کنید به این راهپیمایی ها و حضور خیابانی مردم در این هفته ها و ماه های گذشته که چگونه زنان دلیر ایرانی، دختران دلیر ایرانی آمدند و حجاب از سر برداشتند و تاوان اون رو امروز میدهند. زندانی شدند، برای اونها زندان و حبس بریدند، یعنی در واقع محکوم کردن اونها رو به زندان. میبخشید، من در این گفتگوی امروزی که با شما دارم، دارم باز میگردم در همون هنگام به این اندوه 30 سال پیش، به اون راهپیمایی و اینکه چرا گروه زیادی از روشنفکران ما در اون هنگام از این کارزار پشتیبانی نکردند و خیلی از اونها حتی میگفتند که ایرادی هم ندارد که در راه مبارزه با امپریالیسم، به گفته اونها، حالا یک روسری هم سر ما بکنند. ایرادی در این موضوع نیست. خود مردم این رو به هیچ وجه نمیپذیرفتند، ولی به هر روی گرفتاری تاریخی بود که ما رو با این گرفتاری امروز روبرو کرده و گاه در گفتگوی امروز با شما من ناخواسته به اون دوران باز میگردم و اندوکی میشوم و شاد واژه ها رو فراموش کنم. اما بازگردیم به رشته سخن. روز جهانی زن امروز در دنیا به عنوان روز حقوق زنان پذیرفته شده. روز راهپیمایی و روز جشن و سرور نیست. روز بزرگداشت حقوق زنان است. کوشش برای برابر ساختن حقوق زن و مرد در جهان است که میدانیم هم امروز هم بیشتر کشورهای جهان این برابری حقوقی رو نپذیرفتند و هنوز زنان چه در زندگی خانوادگی و چه در زندگی اجتماعی و سیاسی از حقوق نابرابر با مردان برخوردار هستند. حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه‌داری و صنعتی جهان مانند همین ایالات متحده آمریکا هنوز دستمزد زن و مرد با هم برای کار برابر نیست. هنوز زنان از دستمزد کمتری، از حقوق کمتری برخوردار هستند و در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در روابط میان زن و مرد هنوز این نابرابری در پیشرفته ترین کشورهای جهان هم وجود دارد. در کشورهای واپس مانده که به جای خود، اما در ایران و کشورهای مانند ایران، مانند عربستان، مانند کشورهای اسلامی، چون ایران و عربستان شیعی و سنی یا افغانستان، موضوع پیچیده تر است. یعنی نه تنها این حقوق نابرابر در زمینه تاریخی، سیاسی، حقوقی وجود داشته، امروز اندیشه ها و فرهنگی، یک دیدگاهی بر این کشورها چیره است که در ایران آیین شیعی رسمی دولتی است که به طور رسمی، به طور قانونی این نابرابری رو پذیرفته و زنان رو در یک
محدودیتی قرار داده که هیچگاه در تاریخ ایران ما با اون روبرو نبودیم. یعنی ما حتی در سیاه‌ترین دوران دولت صفوی هم، دوره حکومت‌های به راستی وفادار به آیین شیعی در دوران صفوی، در دوران پایانی حتی دولت صفوی، به طور رسمی با این مسائل روبرو نبودیم که از راه قانون یک رشته حقوق رو از زنان گرفته باشن یا زنان رو وادار کرده باشن که همه رخت شبیه هم بپوشند. یعنی به در واقع کوچکترین بخش حقوق زنان، به اون بخشی که حقوق شخصی است، رخت خود زن هست، به اون تجاوز کنن. ببینید در این زمینه آدم های پایه‌گذار و برجسته جمهوری اسلامی چه باوری دارند. آقای آیت الله مشکینی، یکی از رهبران انقلاب اسلامی، از هواداران آیت الله خمینی و از کسانی که در پایه‌گذاری ساختار حقوقی این دولت نقش بسیار ویژه‌ای داشته، کتابی در این زمینه، کتابی در درباره زن، درباره ازدواج در اسلام، به نام ازدواج در اسلام منتشر کرده خیلی سالها پیش، از دیگه 15 سال پیش. در اون از جمله چنین نوشته، میگوید که از دیدگاه اسلام اطاعت و هر شنوی زن از مرد یک امر طبیعی است و اگر زن از مرد اطاعت نکند و گوش شنوا نداشته باشد، خلاف طبیعت عمل کرده است. ببینید این آدم وارد طبیعت شده، یعنی وارد این شده که اصلا در طبیعت زنان باید از مردان حرف بشنوند، اطاعت کنند، و اگر زن از مرد اطاعت نکند و گوش شنوا نداشته باشد، خلاف طبیعت عمل کرده است. ریاست خانه با مرد است. البته این برای بسیاری از مردهایی که این برنامه رو نگاه میکنن شاید خوشایند باشه، برای اینکه مرد یک وجود تعلقی است و ریاست حق اوست، و برای اینکه مخارج خانه به عهده اوست، اهل خانه باید از مرد خانه اطاعت کنند. زن باید مطیع شوهر باشد. اگر خانوم حرفشون نباشد، مصیبت ها جلو می آید. یعنی اصلا دنیا به پایان می رسه. آقای جنتی که هنوز هم در 91 سالگی زن تازه گرفته، فرزندشون گفتن که ایشون خب سنش بالاست، بعدی که بهش میرسیده، گویا ایشون در یه گوشه زیرزمینی تنها بوده و باید آدم ها بهش میرسیدن، در 91 سالگی رفته بوده و ازدواج کرده. میفرمایند که اگر ملت و دولت و همه در مقابل نیستند، اینها از فردایش میگویند. ببینید دو خط قرمزی است که خدمتتون گفتم، شما بیایید اسرائیل هم، اسرائیل را هم به رسمیت بشناسید، فردا هم میآیند و میگویند حقوق زن و مرد هم باید مساوی باشد. برای آدمی مانند جنتی در این سده 21، در دورانی که جهان هر روز بیشتر حقوق زنان رو به رسمیت میشناسه و در دنیا برابری حقوق، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی زن و مرد پدیده پذیرفته شده، از نقطه نظر دست کم اندیشه‌ای، از نقطه نظر عقلانی، از نقطه نظر حقوقی قانونی در دنیاست، هنوز هم کشورهایی در دنیا مانند ایران کسانی رو پیدا میکنید که مانند این آدمهای رهبر این جنبش اسلامی چنین داوری هایی رو در مورد زنان دارن. آقای خامنه ای در واکنش به این پوششی که زنان در این ماهای گذشته انجام دادند، حجاب از بر گرفتن و واکنش نشان دادن، سخنرانی کرده. ایشون میگویند که آن همه هزینه، فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوش و کنار روسری از سر بردارند. ببینید از نقطه نظر این مرد فرومایه، اینها تبلیغات بیگانه است، این اراده انسان نیست، دختری نیست که میخواهد
از شر این حجاب اجباری راحت بشود. نه، اینها هزینه های دیگران است. همه تلاش هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این مسئله نیست. بعد سپس اشاره میکنن که اصلا ما در گفتیم حجاب اجباری است. حجاب هنگامی که شما به یک جای عمومی میایید اجباری است، در خانه اجباری نیست. خدا رو شکر ما باید یک نامه سپاسگزاری از آقای خامنه ای رهبر انقلاب بنویسیم که سپاسگزار هستیم که شما حجاب رو در خانه اجباری نکردید. و میگوید امام راحل هم همین رو گفته بودن که حجاب در جای عام. حالا ببینید چی میگه. کاری که در خیابان و ملأ عام انجام میشود در واقع کار و تعلیم عمومی است و برای نظام برآمده از اسلام تکلیف ایجاد میکند. کار حرام بزرگ و کوچک ندارد. آنچه حرام شرعی است نباید به صورت آشکار انجام شود، زیرا شارع اسلامی بر حکومت تکلیف کرده مانع انجام حرام علنی شود. یعنی میگوید ما دستور از خدا میگیریم. شما مهم نیست چه باوری برای حق یک زن در پوشش دارید، چون ما یک دولت دینی هستیم و از خداوند و قرآن دستور میگیریم، هر کار غیر خلاف شرعی که شما بخواهید در جای عمومی، در شارع، در خیابان، در راه عمومی انجام بدهید، ما به عنوان دولت وظیفه داریم جلوگیری از کار شما بکنیم. همان گونه که نمیتوانید مشروب بخورید، روسری رو هم نمیتوانید از سر بردارید. این وظیفه دولته. یعنی دولت در خصوصی ترین حقوق یک زن دخالت میکنه و این رو به عنوان یک وظیفه دولتی انجام میدهد. این حقوق زن در دنیای اسلامی است که جمهوری اسلامی نمایندگی میکنه. همه کشورهای اسلامی اینگونه نیستن، ولی دست کم در ایران، حالا در عربستان که از این هم بدتر است، فقط چشم میتواند بیرون باشد. در ایران به دلیل دلیری و براستی آگاهی زن ایرانی زیر بار خیلی از این جنبه های حجاب اجباری به صورتی که در دستور دولتی آمده نمی روند. یه روسری کوچکی سرشون می کنند، او رو هم کنار می نهند و براستی با این کار درگیر هستند، با این نوع دستورها درگیر هستند. ایشان میگوید که در دنیای اسلامی هر دستور شرعی که آمده دولت باید اون رو اجرا بکنه، دولت باید وفادار به این دستورهای شرعی باشه. اجازه بدید یک نمونه از این دستور شرعی رو با پوزش فراوان از شما، از یکی از روحانیان برجسته ایران بخوانم که دیگران هم از او یاد کردند. این که میگویم از او یاد کردند، چون نخستین رساله است که به این صورت، به صورت توضیح مسائل، به صورت بند رساله‌ای رساله های دستور العمل هایی که امروز موجود هست، نخستین بار به این شکل منتشر شده. سید ابوالحسن اصفهانی، آستا ابوالحسن اصفهانی معروف، کتابی دارد به نام وسیلت النجات که این کتاب رو ترجمه کردند به صراط النجات و در جلد دوم این کتاب در بخش در احکام نکاح در برگ 221 چیزهایی آمده که من البته از همه شما هم میهنان پوزش میخوام، ولی بخشی از اون رو، چون همه رو نمیتونم بخونم، اصلا شرماور هست که همه اون رو بخونم. این وظیفه دولت دینی در ایران، همون گونه که حجاب اجباری است، اگر همه دستورهای شرعی رو باید دولت اعمال بکنه، این هم یکی از دستورهای شرعی است از نقطه نظر یکی از بزرگترین مجتهدان 100 سال گذشته ایران، هم دوره رضا شاه بوده ایشون. وطی زوجه، بروید در لغتنامه ها واژه وطی رو خودتون پیدا کنید، من نمیتونم در تلویزیونی رو توضیح بدم. وطی زوجه، همسر، قبل از آن که 9 سال او تمام شود. 9 سال هم 9 سال قمری است، یعنی 8 سال و 7 ماه خورشیدی ماست. وطی زوجه یعنی همسری که 8 سال و 7 ماهش نشده روابط زناشویی با او داشتن حرامه.
وقتی زوجه قبل از آنکه 9 سال او تمام شود حرام است، به نکاح دائم یا منقطع، یعنی چه این ازدواج دائمی باشه یا ازدواج کوتاه زمان باشه. یعنی دختر 8 ساله رو 8 سال و 7 ماه هم شما میتوانید ازدواج موقت باش بکنید. اینا دستورهای شرعی است. لکن سایر استمتاعات، لذت بردن ها، ببخشید پوزش میخوام بازم، مانند مالیدن بدن به بدن او به شهوت و مثل بوسیدن و او را در بر گرفتن و بین دیگه بقیه رو نمیخوانم، ضرر ندارد حتی با دختر شیرخوار. این دستور شرعی است در یک روز پس از روز جهانی زن. از شما هم میهنان گرامی پوزش میخوام، ما با چنین پدیده هایی در راستای حقوق زنان در ایران روبرو هستیم، پدیده هایی از چند هزار سال پیش. اشاره کردم که در بخش دوم برنامه به 14 اسفند خواهم پرداخت. اجازه بدهید که در این تنفس ترانه بسیار زیبایی رو که خانم رئیس سادات بر پایه سروده بسیار بسیار زیبای اخوان سالس درباره زندیات محمد مصدق خواندند، به این نگاه کنیم و گوش بازگردم آن بر دو. شکیبت سوزد دلم درنج و شکیبت، ای باغبان ای باغبان ای باغبان، بهار نیامد. Thank you.
بسته به زنجیر، ای شیر پیر بسته به زنجیر، از بندت هیچ آر نیامد، از بندت هیچ آر نیامد، ای شیر پیر بسته به زنجیر، ای شیر پیر بسته به زنجیر، از بندت هیچ آر نیامد، از بندت هیچ آر نیامد. با سپاس فراوان از کارگردان برنامه و این ترانه بسیار بسیار زیبا و به یادآور شیر پیر بسته به زنجیر که در 14 اسفند درگذشت و سال روز سالگرد درگذشت بود و دولت جمهوری اسلامی مانند دوران پیش از انقلاب 57 اجازه برگزاری برنامه رو برای بزرگ داشته او نداد. من امروز نمیخواهم به گفتگو پیرامون مصدقی سلطنتی هوادار قیام ملی یا کودتای 28 مرداد چیزهای از این دست بپردازم. اصلا از این میخواهم کنار جویی کنم. اصلا گفتگوی چند دقیقه پایانی برنامه من با شما در این باره نیست. درباره یک موضوع بسیار ساده است که چرا یک آدمی مانند محمد مصدق که نه دولتی پشتیبان اوست و نه نیروی مالی بزرگی از او هواداری میکنه در این سالها یه هواداری کرده، چرا ماندگار بوده؟ چرا آدمی مانند اخوان سالس با چنین از دل چنین سرودهی رو برای او میگوید و چرا دیگران این رو ترانه می کنند و خیلی چیزهای دیگر، چرا مصدق در دلها مانده؟ در اینجا هم درگیری من با طرفداران محمد رضا شاه یا طرفداران پادشاهی اصلا نیست. سخن من بر سر این است که چه طرفداران محمد مصدق، چه طرفداران پادشاهی در ایران، چه اونهایی که جمهوری خواستن، چه اونهایی که جمهوری خواه نیستن، باید به خود بیایند و بیندیشن که چرا در یک جامعه یک ارزشی ماندگار می شود. چرا در فرانسه ژان دارک برجسته و ماندگار باقی می ماند؟ چرا در تاریخ ایران رستم اسطوره‌ای افسانه‌ای مطرح می شود؟
ما داستان‌های حماسی در مورد شاهان داریم، داستان‌های حماسی در مورد آدم‌های بیرون از ساختار پادشاهی داریم. اما در تاریخ مدرن ایران، از هنگامی که آخرین رئیس الوزراء، آخرین صدر اعظم، پوزش می‌خوام، صدر اعظم دوره پیش از مشروطه، یعنی دوره قاجار، نخستین رئیس الوزراء یا نخست وزیر پس از مشروطه شد، یعنی زنده یاد مشیر دوله، از اون دورانی که مشیر دوله فرمان نخست وزیر، فرمان مشروطه رو از مظفرالدین شاه گرفت و سپس خود نخستین رئیس الوزرای دوران مشروطه شد، تا زمان انقلاب 57، ما وزیران و نخست وزیران و آدم های بزرگی در تاریخ داشتیم. آدم های مانند فروغی داشتیم که به راستی ایران به او وامدار است. آدم های مانند داور داشتیم که ساختن دادگستری نو یکی از کارهای برجسته او بوده. آخرین مشیر دوله پیرنیا، پایه‌گذار قانونهایی بوده است که در دوران مشروطه به تصویب مجلس رسیده و در واقع باید گفت طرح اولیه، طرح نخستین دادگستری و عدلیه رو او نهاده و سپس داور به انجام رسوند. آدم های بزرگی در تاریخ داشتیم. آدم هایی هم داشتیم که گاه کارهای بزرگی کردند و بسیار کارهای نادرستی. و در میان این همه نخست وزیر، آدم هایی که خیلی زمان طولانی تری از مصدق زمانداری داشتن، هیچ یک مانند مصدق در تاریخ ایران و جهان، در میان نخست وزیران، در میان وزیران، در میان بزرگان تاریخ ایران ماندگار نبوده. بلکه میگویند که اینها ساخته شده است. یکی از دوستان بسیار ارجمند من که نام از ایشان نمیآورم، میگوید که اینها رو شما مصدقی ها ساختید. من به ایشان گفتم دوست گرامی، آخر به قول شما ما مصدقی ها، حالا اصلا این واژه درستی نیست، اما گیرم عده مصدقی باشن، با کدوم پول و توان و امکان، کدام دولتی پشت اینها بوده که مصدق رو زنده نگه داشتن؟ آمریکایی ها پول دادن، انگلیسی ها هزینه کردن، دولت اسرائیل پشت این بوده، دولت جمهوری اسلامی این کارو کرده، کوچم به نام مصدق نمی کرده، حالا میگویند تازگی میخواد این کارو بکنن. چی پشت این بوده؟ نه، این از دل مردم برخاسته. شاهنامه رو هیچ دولتی شاهنامه مردم ایران نکرد. شاهنامه مردم ایران دلیل خود شاهنامه و به دلیل مهری که مردم ایران نسبت به این آدمهایی که در شاهنامه، تاریخی در شاهنامه آمده بود می داشتن. مصدق رو پول مصدق نکرد. باید ببینید چه چیزی در این دوره 27 ماهه یا شخصیت مصدق بوده که ماندگار شده، و این رو با بیاموزیم. جدا از این که شما شاهی باشید، مصدقی باشید، جمهوری خواه باشید، طرفدار پادشاهی باشید، طرفدار حکومتی اسلامی معتدل باشید، ببینید چه ارزشی زنده یاد محمد مصدق داشته که او رو ماندگار کرده. این رو بهش بیاندیشید. ما دو نخست وزیر برجسته، حالا جدا از این که موافق باشید یا نباشید، داشتیم که تاریخ طولانی تری، درازتری از دوران مصدق داشتن. مهدی قلی هدایت 6 سال و نیم نخست وزیر رضا شاه بود و در واقع در دوران او بود که بسیاری از کارهای دوران رضا شاه انجام شد. فروغی جانشین او شد، نخست وزیری کوتاهی داشت، ولی در دوره نخست وزیری پس از اون، از هنگام آمدن متفقین تا اون دورانی که به مرگ او انجامی، کارهای بسیار بزرگی در این انتقال از رضا شاه به محمد رضا شاه انجام شد. مرحوم حبیدا 13 سال نخست وزیر محمد رضا شاه بود، کسی برای او ترانه نساخته. با همه این هواداری هایی که نسبت به وجود داره، اخوان ثالثی پیدا نشده که درباره مرحوم حبیدا ترانه‌ای بسازد و این ترانه ماندگار باشد. ماندگاری مصدق مدیون 3 چیز است: کوشش او برای دستیابی به حق حاکمیت ملی ایران بر نفت،
که من در برنامه آینده به مسئله ملی شدن سند نقد خواهم پرداخت. این کوشش، کاری که در دوران قاجار انجام شده بود و حقوق ملی ایران رو واگذار کرده بودند به ویلیام ناکس دارسی، این رو باز ستاند، از آن ملت کرد. خود او هم پایه‌گذار نبود، او رهبر جنبشی شد که این کار رو انجام داد و به نام او این سکه زر شد. دو دیگر، قانون مداری مصدق. مصدق وفادار به قانون مشروطه، به قوانین مشروطه و قانون به طور کلی بود. و سه دیگر، پاکدامنی مصدق. تاریخ ایران سرشار از دزدی و ریاکاری وزیران و وکیلان و بزرگان جامعه است. از کار پایینی شروع می کنند، به بلندهای قدرت که می رسند انبوهی از دارایی در دست اونهاست. از کجا بودند؟ این رو از زبان کسانی که آشنا بودند با مسئله من یادآوری می کنم، که مشیر دوله پیرنیا به وسوق دوله گفته بود که شما شرم ندارید که این پیمانه 1919 رو امضا کردید و پولی از این راه ستاندید. وسوق دوله برگشته بود گفته بود پدر شما انقدر بردن که شما رو از این نوع کارها بی نیاز کردن، من هم میخواهم فرزندانم رو از این کار بی نیاز کنم. جدا از این که این داستان افسانه باشد یا واقعیت، یک روشی است در فرمان روایی در ایران که از راه قدرت انسان ها به توانایی های مالی میرسند و این ایران امروز هم نمونه اون هست. مصدق بیرون از این ماجرا بود، بنابراین قانون مداری او، وفاداری او به مشروطه، کوشش برای گرفتن حق حاکمیت ملت بر منابع طبیعی و پاکدامنی او مصدق رو ماندگار و جاودان کرد. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.